با اجرای طرح جدید عرضه نان در ایران که بر اساس آن خرید نان فقط با کارت بانکی امکان پذیر است، برخی از مهاجران افغانستانی که به صورت غیرقانونی در ایران هستند یا در این مدت با قطع خدمات بانکی مواجه بودند، برای خرید نان دچار مشکل و مجبور به قرض کارت بانکی از دوست، کارفرما یا حتی صاحب خانه خود برای خرید نان هستند. عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان به نقض قوانین ضد تروریستی متهم شد. تحقیقات پلیس از وی پس از آن انجام می شود که او روز شنبه پلیس و قوه قضاییه را به شکنجه یکی از دستیاران نزدیکش پس از بازداشت متهم کرد و گفت که از مسئولان مرتبط با این پرونده شکایت می کند. بر اثر رسانه تصادف اتوبوس زوار اربعین در آزادراه تهران ساوه، دست کم 42 نفر مصدوم شدند. بر اساس اعلام کارشناسان، پلیس راه این محور علت این حادثه توجه عدم به جلوی راننده اتوبوس اعلام شده است. ایالات متحده آمریکا به مذاکره با طالبان درباره آزادسازی دارایی‌های افغانستان ادامه می‌دهد. خبرگزاری رویترز ضمن تایید این خبر افزود، همزمان با اینکه سازمان ملل هشدار می‌دهد که تقریباً نصف جمعیت 40 میلیون نفری افغانستان با نزدیک شدن به فصل زمستان با گرسنگی وخیم مواجه می‌شوند، چنین تصمیمی برای ادامه گفتگوها با طالبان به باثبات کردن اقتصاد فروپاشیده افغانستان کمک می‌کند و همچنین حاکی از نگرانی فزاینده واشنگتن در خصوص فاجعه انسانی است.